کرده بابا. بابا یعنی این از قول من لپشو بکن. از قول من لپشو بکن و بگو ترمز آبجی. مامانم توی یه مورد اصلا گذشت نداره. حق داره، حق داره به خدا. بابا که بی ام و کادوی تولد بده، بدجوری هم باید هواشو داشت. بابایی 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 بابایی. هواخواهشم من نواسه این چیزا، خیلی دل آما. آما چی؟ آما به دیکان تنه میزنه. آقا فلسفه بی فلسفه، فقط من تی احساسات توش تحتیله. من تی بچه ها بچه ها یا بوسه ها مردبه اومد. چی میگی خوجسته؟ استاد ما هر کاری میکنیم جهان سومیم، عدم رشد و توسعه همراهمونه. ما باید تلاش بکنیم موانع رو تا جایی که میشه کنار بزنیم. این موانع چی هست؟ شعار، شعار زدگی استاد. توی جهان سوم شعارا محقق نمیشه. میدونی چرا؟ میدونم ولی نمیتونم توضیح بدم. کسی میتونه بگه؟ تو بگو دورم. چون توان اجراییشون هم وزن آرمانهاشون نیست و قدرت کسایی که ازشون استفاده میکنن بیشتره، آرمانهاشون در حد حرف و شعار باقی میمونه. خب راهش چیه؟ دارم روش فکر میکنم استاد، به قطعیت نمیتونم بگم. اون چیزی که فکر میکنیم. خب فکر میکنم دوتا راهکار. اول خودشناسی و خودسازی فردی، دوم ترسیم کردن مدینت النبی، یعنی یک اعتقاد عمیق خدایی همه آحاد یک جامعه رو چنان همراه کنه که هیچ چیز جلو دارش نباشه. خود این شعاره. استاد ببخشید وقت تموم شده. جلسه بعد راجبش بیشتر صحبت میکنیم. بفرمایید. خدا نگهدارم. باید هم حمایت بشن. سعیمیهی اومدن دانشگاه، با یابو میان، با قاتل میرن، شعارم میدن طبق. خجالت بکش، نجابت هم رعایت کن. سکان به دورش، وقت و وقت. چیزی میخوای بگی؟ نه هیچ. موسیقی
بگو. اگه یه نفر خیلی پاشو از گلیمش درازتر کرد، نباید زد تو دهنش. اگه وقار خود آدم پایین نیاد چرا؟ یه دختریه، لا لا لا، به هم میگه یابو سوار، به هم میگه سهمیه اومدم دانشگاه، بچه ها میخواستن ادبش کنن نذاشتن. درشن یه آقای محترم نیست به یه خانم بیادبی کنه. اه؟ در شأن این خانم محترم هست هرچی دلش خواست بگه؟ من حرفمو گفتم، بقیهش با خوده. همیشه جوری با هم حرف میزنی تو برزخ میمونم. تمرین اجباری برای تجویز میکنم، اینجا یک کم بیشتر کار کنه. خیلی ممنون، باید کجا؟ مسجد، یه سری به بچه ها بزنم بعد میرم کارگاه. سب کن. اینم برام درستش کن. چی هست؟ یه نسخه قدیمی چاپ سنگی لیلی و مجنون. مگه مامانت برای ما تکلیف مشخص میکنه؟ نه خبی، ولی حرف حساب جواب نداره. خلاصه یه جور نشه که پر روی این دختره همه گیر بشه نتونیم جمعش کنیم. قرتیگری نشه پر روی در بیا. بدرمون درست میگم، قرتیگری همه گیر نشه. الله اکبر، به والله زیاد داریم بزرگش میکنیم. تصمیم گرفتم یه جور دیگه باش مقابله کنم. یالله. سلام علیکم خواهر، شما بفرمایید. برو بابا خانم. استاد. بچا سوژه دارم. تو کل. یو سواری یری میشم. شیطان زیغم عربی هفت زد یادم باشه از این بعد هر کی پشتا زیر لب یه اهلا ناس اهلا مرحبا یه چیزی جوابش میگه به خدا اگه به مدرکش احتیاج نداشتم از سگ پس سر بودم دوتا از این یورو سوار رو تحمل کنم. آخه یعنی چی؟ تو که وضعتون توپه، واسه چی میای دانشگاه؟ تا مایکیو دیب داره ها؟ مگه همه چی پوله؟ خب بابا اصلا برو خارج اون بر مدرک بگیر، چی میشه مثلا؟ بابامو چی کار کنم؟ بعد مگه بخوام بابامو باید شوهر کنم؟ خب چه عیبی داره؟ شوهر کن! بایی تو رو خدا دیگه سر خر نمیخوام. بچه ها استاد سلام. سلام علیکم. وقت بخیر. میوه بهشتی انار. ببخشید من متوجه نشدم. دنبال چی؟ خیلی چیزا. خیلی چیزا مادر. مثلا پیدا کردن یه راهکار برای ترسیم یک جامعه یه آرمان. دانشگاه چقدر برات مهمه؟ خیلی 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 بیشتر از اون چیزی که بتونی فکرش رو. چرا؟ چون احساس میکنم یه جور تکلیفه. باور کنی احساس میکنم یه جور تکلیفه، وگرنه به خاطر اون دختر بی تربیتم که شده فکر میکنی حاضر بودم یک لحظه اونجا رو تحمل کنم؟ نه اصلا یه لحظه. با
چیه؟ چرا میخندی؟ بخندی، بخند، قرمت دارم. ولی آفرین، خوش آمد این بچه ریش داره که میگی سوسکش کردی. ولی بابا، یک کاری کن از خود درد سر درست نکنی. یعنی در ظاهر احترامشون کنی، اما در باطن تو دلت هر چی خواست پشتشون بده. اینا همه شون بابای انسانیه؟ انسانی؟ بچه جون من، انسانی اونی که تو قدرتمند به هدفت برسی. واقعی شهیمهینه، انسانیت چیه؟ دو نفرهایی که میخونم با هم پایان نامه بیارن. چونکه اگه به تفاهم نرسن یا نتونن؟ باید بتونن. اگه نخوام؟ هیچ راهی نداره. ببخشید استاد، نمیشه خودمون انتخاب کنیم؟ من با بررسی های دقیق و محاسبات میلیمتری انتخاب کردم استاد. ولی جای هیچ اگر و اما ولی هم نداره. رضا پهلوان و حسین عربی، میثم وفامهر و سمیه باقرنژاد، گلبرگ زمانی و محمود میثم‌پور. صفدر خیرخواه و ابوالفضل خوشقواره. ملیحه لورنژاد و سهی بانوپور. پویا جهانگیری و زهرا نصراللهی. و امکان نداره، باید با هم کار کنیم. فکر نمی‌کردم انقدر بی‌انصاف باشین استاد. استاد آقای من، ما حتی نمی‌تونیم به هم نگاه کنیم. اون وقت چند وقت بشینیم شب و روز با هم پایان نامه بدیم؟ ببین دخترم، وقتی به من میگی استاد حرمت داره، باید به حرفم ایمان داشته باشی. ای آخه این چه ایمانیه که من باید یادمو که حتی حرف اونم برای هم غریبت باشم رشد و هم کلام شم؟ استاد ما اندیشه اون مثل زمین و آسمونه. آخه حتی تو نظرم با هم، آخه تو سر یابوسا برش، آخه مردی که به دیوار بخوره سرش نمیاره بالا ببینه دیوار بتونی آجوریه، آخه سر بزیر میره تو بقاله یابو. یا الله، سلام آجی. سلام امیرعلی، چطوری؟ حاجی خدا وکیلی این رسمشه. شما که منو میشناسی، شما که رب و رب به منو میدونی، شما که خود اهل دلی حاجی، آخه این چه نسخه‌ایه؟ حاجی من مخلصتم. به روح بابات قسم، به همون خاک که من توش موندم اون رفت، به تنهاییم قسم. خیلی خوبه، بهترین راهه. اگه هم نسخه‌ای باشه خوب پیچیدم. حاجی خدا خیرتون بده، تنبیهیه. بگو 100 تا اردو جنگی برو، 200 تا خشم شب، 1000 تا مانو رو چشم، دور دانشگاه رو کلاغ پر میرم، اما این دختره رو، حاجی این دختره رو. نامه بیادبی؟ غیبت؟ حاجی جان امام حسین، یه راهی. هیچ راهی نداره، باور کن. شما دوتا بهترینید، نظرتون کنار هم یه نظریه ماندگار میشه. اگه قید دانشگاه رو بزنم؟ التماس دعا. خدا نگهدار.
سلام علیکم. و لعنت الله مرضاتو، دعا میکنم بمیری. با همین یابود بری زیر کامیون، کامیون آشغالی. علیکم علیکم مرض علیکم. لا 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 لا. چی؟ چیکار کنی؟ ترک تحصیل، دیگه نمیخوام برم دانشگاه. چی؟ جاله؟ جان جانم، چرا داد میزنی؟ میشنوی چی میفرمن دست گلتون؟ متاسفانه بله. آخه من میخوام بفهمم فرق این خانم که جامعه شناسی میخونه با دختر حیواغا که سوم دبیرستان تک تحصیل کرد، خب عقلم نمیکشه، رفت بند انداز شد چیه؟ اون استاد احمقتون به جبر افلاطونی اعتقاد داره؟ تو باید میدون رو خالی کنی. میدون خالی میکنی سید؟ الله اکبر. هر طوری دوست داری فکر کنی. عقب نشینی از آرمان حتما یه دلیل محکم داره، حتما علتش انقدر قوی بوده که همه چیزو تحت شعاع قرار داده. حالا اگه تصمیم تو گرفتی چون انقدر مستعصلی؟ ببین آقا برادر، بذار همین اول یه چیزی حالیت کنم. به خدا، به پیر، به پیغمبر میخواستم از دست نیام. نه حوصله‌تو دارم، نه میفهممت، نه میخوام بفهممت. این چند روزه رو با بابا، ننه، دوست، دشمن، کلنجار رفتم تا تصمیمم این شد بیام، به خاطر مدرکشم که شد شما رو تحمل کنم. تو رو به هر کس و هر چیزی که معتقدی یه جور کنار بیا، این کابوس احمقانه تمام بشه. ما رو به خیر، شما رو به سلامت. من زیاد اهل حرف زدن نیستم، معمولا هم خوب حرف نمیزنم. تا به حال به جز مادرم با هیچ خانم دیگه هم کلام نشد، فقط یک کلام. به والله منم حس شما رو داشتم. الانم اگر میبینین آرومم به خاطر اینه که استخاره کردم. خوب اومده؟ کاش خوب اومده بود. عالی، پر از رستگاری. پس بریم. اما یادت باش، شانه به شانه، نه سایه به سایه. یادی شما بهتره دید. قبلنم گفتم به کرات صاحب نظرم هستید. ناخودآگاه خیلی چیزها رو میدونید، خیلی چیزها رو نمیدونید. جفتتون با کیل خودتون مسائل اندازه میکنید. بعد استاد بعد خوبش نکنیم. بعضی مواقع تحملتون خیلی کمه. تو جفتتون غرور بیداد میکنه، تو خجسته غرور با غرور غرلون، تو دوران غرور با فروتنی فریاد. جامعه یعنی جمع، جمع من، جمع تو خجسته، جمع تو دوران، یعنی ما وقتی ما میشیم که منمو زمین بذارم، دوران منشو زمین بذاره، خجسته منشو فراموش کنه و خجسته ها و دوران ها. آرمان مثل آینه است. آینه یعنی حقیقت تمام نما. آرمان باید به جامعه روشنی بده. پایان نامه شما ترسیم جامعه آرمانیه، بدون من، بدون تو، بی خجسته، بی دوران،
آینه در آینه بی زنگار. ما فقط ما، ما یعنی آرمان. حالا جامعه آرمانی رو ترسیم کنید، بدون من، بدون تو، بی خجسته، بی دوران. تو دوست دارم، ایتیات رو دوست دارم، پرچم سرخ روی گنبد طلا تو دوست دارم، ترانه حسین حسین روی لبا تو دوست دارم. یا حسین بگو برو دل میدوسه. یا حسین همین کارو میکنم، ولی سخت، باور کن سخت. بعضی ها برای بعضی کارو ساخته نشدن. نخوی تو جای من چه میکردی؟ توکل میکردم به خدا، میرفتم جلو. مؤمن خدا، تو که استخاره کردی خوب اومده. دلدل کردنه دیگه برای چیه؟ میخوام واسه جامعه نسخه تجویز کنیم. دو تا آدم به اجماع نمیرسن. جمع کردن همه باورهای من با این آدم متحجر ممکنه؟ سخت میگیری نفس، سخت میگیری. به نظر من آسیب جامعه ما خود این آدم های متحجرن. آهای متحجر پرشور، تو آسمونا سیر میکنی؟ نه اتفاقا رو زمینم، زمین گیرم کرده آج خانم. از چی میخندی راه خانم؟ بعدها بهت میگم. از زمین باید رسید به آسمون، زمین و زمان باید به هم بدوزی پسر. بلن که از زمین و زمان داره برام میاد. چرا عراجیف میگی؟ که کوه میکنی؟ مگه تو به تلاش فردی اعتقاد نداری؟ چی؟ تلاش، تلاش، تلاش. محکم برخورد کن بابا، سعی کن اصولتو بهش دیکته کنی. اینا جزوات، تحقیقات و یادداشت‌های منه، مطالعه کنید لطفا. اینا هم سیامشقای من، خدمت شما. چه با سلیقه، باریکلا، چه خوشگل. آخر هفته زنگ میزنم قرار بعدیمونو بذاریم. کجا باشه بهتره؟ فقط نه، فقط یه جایی باشه که سقف نداشته باشه. چرا؟ میترسی رو سرت خراب بشه برادر؟ نه دلم میگیره، وقتی دلم میگیره نمیتونم درست فکر کنم. گیر نیوردم، ببخشید. سلام علیکم. علیکم سلام و رحمت الله. شیخ سلام علیکم، شما طولانیه، خارجی ها خوبه. های های بای بای. مطالعه کردین؟ آره، غافل گیر کننده بود. نوشته هاتون خیلی به خودتون نمیاد. آدامس. چرا؟ چرا آدامس؟ چرا به هم نمیاد؟ آخه خیلی لطیفه، یه جورای باورای قشنگیه. اما نوشته های شما درست متناسب با خودتون. چطور؟ من اینطور برداشت کردم که شما از انکار به معنا میرسید. باز میرسم، امیدوارم به یه اشتراکی برسیم. ها راستی به نظرت شعار و ریا نیست شما هر فصل رو با یا حسین و یا زهرا شروع کردین؟ نه، من بنده آن دمم که ساقی گوید یک جام دیگر بگیر و من نتوانم. اهل بیت علیهم السلام به هم دلگرمی، الهام و باور میدن که بتونم فکر کنم، ببینم، بفهمم، بدانم، باشم. عشق فاش میگویم و از گفته خود دل شادم. من عاشقم، عاشق اهل. آی عاشق. سلام علیکم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تو
احترام تو رعایت کن. بی حجابی میکنین میگیرنتون دیگه. شما بفرمایید. بفرمایید آتیش کنین شما، من اومدم خدمت. شما بفرمایید. شما بفرمایید من خودم باهاتون تماس میگیرم. شما از عشق و عاشقی هم بحث میشه خبیر در جامعه؟ والا ما هم داریم پایان نامه میدیم، نه پارک میدیم، نه راجع به عشق و عاشقی و نه آی عشقی. جماعت رو بشتن سر کار. از اون بر مجبور میکنم بچه آدم رو یه پایان نامه مشترک بده با یه یابو. یابو سوار چه میدونم یابو سوار. از اون بر میگیرنشون که چرا پایان نامه دادی؟ میدونی؟ خودگیری دارن نا. خودشون خودشونو میگیرن خودشون ریش گره میزنن، خودشونو میارن بیرون. خب هر جایی ممکنه اشتباه پیش بیاد، حالا چون یه اشتباه شده اصل مطلب زیر سواله. این اتفاق ممکنه برای هر کسی بیفته. بفرمایید. نمک نداره. دست شما درد نکنه استاد. روزه به نظر من از فردا برید آدم‌ها و جمعایی رو که می‌شناسید به هم نشون بدید. ممکنه خصوصی باشه استاد. با خصوصیاش کاری نداشته باشید. آدم‌هایی رو که می‌شناسید به هم نشون بدید. حرف بزنید، بحث کنید، تحلیل کنید. هر جا هم لازم شد شب روزش اصلا مهم نیست. تو هر وقت و ساعتی باشه من در خدمتتون هستم. استاد چرا روی این پروژه اینقدر اصرار دارین؟ خب من میدونم ماحصل این پروژه افتخار تدریسم میشه و یه سری مسائل دیگه. حالا جسارتا نمیخواین نگی. از فردا میگم یه اتاق در اختیارتون بذارم تو دانشگاه، اگه بشه. اگه نشه چی؟ آقا نهایتش اینه یه گوشه از کارگاهتو مرتب میکنی میرید اونجا. ببخشینا بعضی مسائل رو خیلی ساده می‌بینید که ممکنه نباشه، بعضی مسائل رو سخت که ممکنه خیلی ساده باشه. خیلی چیز بدی گفتم؟ نه نه اصلا. چرا نذاشت استاد توضیح بده؟ یه آن فکر کردم ممکن سخت باشه برای براشون. چی؟ بخوان توضیح بده. این روح لطیفه که منو کشته. از دست من کلافه ای نه؟ میگم شما از دست من کلافه ای؟ نمیدونم خواهم. تو کوزگری؟ چی؟ کارگداری؟ در کارگاه کوزگری رفتم دوش. کوزگر و کوزخر و کوزه فروش. من کارگاه صحافی دارم خواهرم. صحافم. اوهو گفتم نوشته و تحقیقاتتون خوشگل جلد شده بود. چشماتون قشنگ میبینه. چشای شما که فقط سنگ فرشو میبینه برادر. من همیشه نگرانم شما بخوری تو دیوار و در. فعلا که همه در و دیوارهای دنیا خراب شده رو سر من. میشه کارگاهتون رو دید؟ حتما. فردا چه ساعتی؟ 7 صبح. اگه میخوایی بریم کله پزی همونیم 11 نشونیش. خداحافظ. به سلامت.
سبحان ربی الاعلی و بحمده سبحان الله سبحان الله سبحان الله. قبول باشه، خواهش میکنم بفرمایید روزتون رو باز کنید. ببخشید من فقط همینا رو تو ماشین داشتم، خیلی ناقابله. ای آقا به کجا داریم میریم ما؟ پاکبازی کردی؟ برات قاقالیلی خریده؟ ماشالله خدا قبول کنه. پاشو بریم برسیم مسجد، پاشو دیره. جانم امیرعلی، مادر چطوره؟ خدا رو شکر سلام دارم خدمتتون. حاج آقا من می‌خواستم که در واقع حاجی شما مثل پدرم میبینید، همیشه بوی پدرم رو میدید. خدا شاهده که از بچگی خیلی قبولتون داشتم، همیشه دلم میخواست مثل شما بشه. شما هم معلم منی، هم استاد من، هم روحانی من، هم فرمانده من، اصلا تاج سر من. ولی حاجی خدا ایمان شاید داشته باش من امیرعلی، آخه با یه دختر نامحرم زیر یه سقف اونقدر بهت اعتماد داشتم که گفتم برو زیر یه سقف کار کن. اینا چیه دستت؟ آبه. آب ببندم دوش. این همه جا آدم و میشه وسط پارکی نماز بخونم؟ عیبی داره به نظره؟ به نظر من عیبی نداره. شما دو تا انسان بالای هزاره سوم. والا تا اونجایی که من یادم میاد شما همیشه حلال حروم میکردید. حالاش هم میکنم. طرف حروم بری چشاتو در میارم. فردا رو با هم بیام. فردا رو من اومدم. پس فردا چیکار میکنی؟ محمودو میبرم. بعدش؟ تا بعدش دیگه خدا کریمه، نمیدونم. به نظرم فردا قرار تو به هم بزن ببرم دکتر. همین دیگه، همین. از چی میخندی؟ بعدها بهت میگم. بعدها همش بعده بعد و بعید. نمیشه که اینطور. شلوغ نکن پسر. مگه تو نمیگی تلاش خودسازی فردی؟ پس لشکر جمع کردن چیه؟ لشکر جمع میکنم ایمانم رو حفظ کنم. بده دردم رو به شما نگم، به کی بگم؟ به کی بگم؟ گفتیم پدرتم، هم مادرت، هم خواهرتم، هم برادرت. خب پدری کن مادر. بعد برات فکر کن ازش میترسی و متوسل به اطرافیانت میشی. من خودم گلم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. سلام علیکم و رحمت الله. زحمت کشیدین، دست شما درد نکن. خواهر بفهم. چقدر بانمکه، در و دیوارشو نگاه. چه تابلوهایی. وای چه خطایی. خط کیه؟ خطای خودم. اوه خط تمت نمیاد. چرا؟ آخه خیلی ظریفه. وای چه جلای قشنگی. لیلی و مجنون این مال کیه؟ مال مادرم. آفرین. مگه مادرتون اهل شعرن؟ بله، گاهی اوقات. چه کارن؟ استاد دانشکده عربیات. اینجا چقدر شبیه عبادتگاهه. روحانیه. این عکس کیه؟
پدرم. آخه خدا بیامرزت شد. بچه ها گفتن بچه شهیدی. ببخشو چه کاره بودن؟ استاد مادرم، استاد دانشگاه، ادبیات، فلسفه، الهیات. فکر نمی کردم پدر مادرت اینقدر آدم حسابی باشن. پس تو چرا اینقدر امولی؟ دوباره رفت شبکه عربی. بفرمایید امول یعنی چی؟ این شکل لباس پوشیدن داره خفه میشه. نگاه کردن، نشستن، برخواستن، هجوه یا بوسوار شدنت. علیکم. خب هرچند صحیح نیست من جواب شما رو بدم. چرا؟ آخه این درسته که هرچی رو آدم خواستن کار کنه لقب بده یا به سخره بگیره؟ واقعا ادبه؟ مگه شما که ما رو به سخره میگیری تو هر شکلی دلتون میخواد با ما رفتار میکنین حرفی هست؟ دلت میخواد ازتون بترسیم؟ اهانت کنید در مقابلتون ادب کنیم؟ خوشحال باشید چون قدرت دستتون خفه خون میگیریم؟ ببینن تو توی نظرم آدم رو مجبور میکنن کنار یکی مثل تو قرار بگیره که نظرمون اینه آسمون و زمینه. چی میخواد شما از ما؟ چرا فکر میکنید همه این کارهای شما و حرفای شما درسته بقیه غلط؟ من روحم هم از چیزایی که میگید خبر نداره. برو بابا، همه تون دروغگو ریاکاری گهن زدید به باور مردم. ببین خواهرم، به همین کلام الله مجید با زبان روزه دارم قسم میخورم، من اصلا اهل این حرفام نه، اینجور چیزا رو باور دارم نه میفهمم. ما، من و مادرم خانواده شهیدیم، ولی از زمان شهادت پدرم که من 3-4 سالم بود رنگ بنیاد شهید رو ندیدیم. از کل سهمیه خانواده شهدا فقط یه بار رفتیم امامو دیدیم. حالا مثل دوتا آدم کاملا متفاوت، کاملا متفاوت که به قول شما عقیدهشون مثل زمین و آسمونه، اما مساوی و برابر. باز به قول خود شما شانه به شانه در خدمتی. سلام، منزل دوران؟ من نفسم خجسته. هم دانشگاهی آقای دوران. من رهام، مادر امیرعلی. بیا تو. نیستش ولی باید پیداش بشه. آخه هر کیو برق میگیره ما رو. بابا پنچر کردم موتورم مبال گردنم. خاص خودش. ها؟ الو. نه نه دارم میرم خونه. رسیدم به اینجا که بیام ازش عذرخواهی کنم. سلام مادر. چرا اینقدر دیر؟ پنچر کردم بابا. خودت یا موتورت؟ هم خودم، هم موتورم، هم مغزم از دست این همدرس تجویزی استاد رضوی. ملکه عذاب پسر تاج خانم. وای نمیدونی چیه که کریزه گری کریزه دری. سلام. اوه باریکلا.
عرض کرد. فعلا خداحافظ. خیلی ماهی رها جون، شامو بمون. بابا قربونتون برم، خداحافظ. تو چطور بی بدیل بودی؟ اون سفارش چیز تو فرانسه مونده گیر کرده. سلام علیکم. سلام علیکم. علیکم سلام. جانم گوشی دستت بشه. من دورانم. واه 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 چه با چطوری؟ سلام علیکم. یا چیز من زنگ بزنم بفرمایید. خانم به نفرس بگو همکلاسیش اومده دم در، کارش داره. سلام. سلام علیکم. صبح شما بخیر خانم. ببخشید من این برگ سبزیه به جبران دیشب قابل شما رو نداره. ببخشید. با اجازه. ممنون. بریم ما. ببخشید کجا خواهر؟ میخوام دوستامو نشونت بدم. ولی من بده وسیله اومد. بفرمایید. ماشین منه، سقفش هم باز میشه. خانوم هم که مادر شوهرم عزیزم، این آقایی هم که امیرعلی آقا دارن ماساژشون میدن، حاج محمد برادر شوهر بزرگم، این دختر کوچولو که میبینی شلوارش سبزه، آره. دختر حاج محمد هم، بقیه بچه هم که بچه های سه تا برادر شوهر دیگه هم که شنی شده. خانوماشون خدا رو شکر داداشون ازدواج کردن، خوشبختن، یکیشون هم سر کار. خانم حاج محمده؟ نه نه، چی جور بگم، خانم حاج محمد چین اهل نبود، حاج محمدم طلاقش داد، یه شب پیر شد. خدا خیرت بده امیرعلی. بیا مادر سایی بخوریم، تازه دم و عطیر داره ها. لرو نارم هستم هاش خانم، میام خدمتون بفرمایید. یا شی اصنا بود مادرش، خیلی با جنب است، این کوه. آه دوتا عروس ها که گفتم ازدواج کردم، خودش عروس کرده. شما بعد از مجروریت همسر ایشون شدی؟ آره، از سر وظیفه و انسان دوست. نه من عاشقشم. خدایا با منم کنی که تو شایسته. خیلی چیز ازش یاد میگیرم، تازه الان که اینجا میفهمم هیچی نمیدونم، هیچی. بفرما بفرما تای میوه. چشم آج خانم. آج خانم خیلی مخلصی ما. آج خانم میگم شما با این شرایط و این بچه ها و مجروح شدن و شهید شدنشون سختتون نیست؟ من زدم فاطمه زهراست، هر کی در این درگه مگرد تر است زام بلا بیشترش میدهند. رفتم دانشگاه، استاد گفت اون اتاق نشده، بدید یه گوشه کارگاه رو مرتب کنید و شروع کنید فریاد. البته خودشون هم با شما تماس میگیرن. شروع کنیم؟ بسم الله. بفرمایید یا علی. یا علی. Thank you.
نامه جامع ایدال، پایان نامه افتخارآمیز تاریخ تدریس استاد رضوی. آی منم ملکه یزاب، یک فرزند شهید بسیجی. بخوره. بیل کلنگ نداری؟ بیلو کلنگ برای چی؟ میخوام سقف اینجا رو خراب کنم. خراب کردن راحته، ساختن یکم سخته. سلام علیکم. خیلی خوش آمدید استاد. چند تا کتاب آوردم برام درستش کن. چشم. سلام استاد. سلام علیکم. خوبه استاد؟ اینجا رو مهیا کردیم برای کار. بله خیلی خوب شده، خیلی خوب شده. خب که راجع به پایان نامتون گپ بزنیم؟ استاد ما از دیروز شروع کردیم، تازه اینجا مرتب شده، حد اقل یه هفته دیگه. خوبه، منم بهتون سر میزنم. فعلاً یا علی. استاد اینجوری خدا نگهدار. آخه یه چای یه چیزی. جالبیه نه؟ بله بله، فقط همین و خیلی چیزای دیگه. مثلا از بزرگای جنگ، جانباز، مجتهد. پس خیلی آدم حسابیه، مثل مادر شما. وقتی جبهه بوده زن و بچه شهید میشه تو بمب، دم نمیزن، ترکش ها تو تنش مانو میده، لبخند میزن. ما کجای هفت شهر عشق راعتار گشت، ما هنوزن در خمه یک کوچه ایم. بیا بابا نفس جان بودو. هم کلاسی نمازش نمیدن بایسته. آخه ایمونی چقدر بخشناسه بابا، باید نه میواد از حال اومده بایستاده. این رزمنده های اسلام بوی شهادت میده، به قول خودش چراغ راه نما میزنه. نور بالا نور بالا. خیلی مخواد بفهم اینا به چی فکر میکنن. فرزندان من، دعاتون میکنم، به شرطی که رو بنده خواهری نباشه میخوام. دعاتون میکنم. حاج آقا تقوا، به سرشون قسم میخورم. تو جان زهرا بگیر. فکر میکنم دیگه توضیح نمیخواد نه؟ ماشین حاج آقاست. صبر کنیم
نگه دارین لطفا. چی کار میخوای بکنی؟ چی میخوای باش بنویسی؟ نمیتونم همینجوری بلش کنم، یه چیزی میخوام براش بنویسم. با خودتا که نمیشه نوشت، دیوانه. مرد خدا نیست. من که دیگه چیزی نگفتم. تو همه اعتقاد اشتباه میشه. همیشه هم یه عده گرگن تو لباسه میشه. این اصلا آدم نبود که بخواد مؤمن باشه. این یه بیشرف قبیح لجنه احمق بیشعوره بی همه چیزه. زخور الله بزن کنار خواهر، بزن کنار، نگه دار. سلام اخوی، خوب هستی؟ ستاره شدین؟ تو آفتاب میشه پیداتون کرد؟ ماشالله، ماشالله. پاکش میکردی مومن؟ چیو؟ سرخاب سفیداب یارو. روشنه برکلو غیرتی شده پسر. یارو سوار یارو. سلام سردار. سردار سردار من باغبونم. باغبون سردار دکتر ما مخلصیم. بفرمایید بفرمایید بفرمایید. آخه خیلی کار خوبی کردی امیرعلی، یه سری به ما زدی. سر زده حالا یه صابونه ای برات مهیا کنم، باغبونی که قدر صابونه مادرتونو بدونی. عشق و سرلاب اسرار خدا ماست. سردار بزرگ جون، تحصیل کرده فرنگ؟ اما تا آخر جنگ سربند یا حسینش رو پیشونیش بود. دست شانم نوشه جان. سردار جبهه کجا؟ اینجا کجا؟ امیرعلی شرم هر دو شبیه همه. اونجا ما زمین شخ میزدیم برای می، اینجا شخ میزنیم برای چمن سبزی. هر دوش مردم خوشحال میکنه. اونجا سر صدای بچه ها بود و بوی شهادت. اینجا صدای بلبل و بوی گل. بوی گل را
از چه جوییم از گلاب؟ بگو یه گل را از چه جوییم؟ بخوریم بپر چرا دیگه سربند نمیبنده؟ فهمیده؟ چیو فهمیده؟ جنگ جنگ تا پیروزی، یه شعار جهان سومی بیشتر نبوده؟ دکتر، سربند یا حسینتون چی شد؟ ببخشی سربند، خواهرمون خیلی کنجکاوم بود. اینجا سمو جون، حالا اینجا، عمیق‌تره. هم کلاسی تا آوردی بهش فیل نشون میدی، بهش بگو که فیل در تاریکیه. خودتون چی فکر میکنید؟ خوب پیش رفتید، اما کافی نیست. چشم استاد. قاری قرآن بودم. از اولش فکر میکردم که کامپیوتر، رایانه رو میگم، قرتی بازیه. اما نوام سید محمد علی رو میگم، 10 سالشه، به هم یاد داد. دوباره ازدواج کردم، دوتا شوهرم به خاطر بچه دار نشدنم با بی غیرتی طلاقم دادم. اونا یه بر، مادر نشدن و ستلوم بودنم یه بر. حالا فیلم میگیرین؟ یه جورایی داریم فیلم میگیریم. خب پدر بیامرزو گفتی ریشتراشونی، همومی، گل و گلابی، کاری میکردی؟ زنده باشی. کسی بودم واسه خودم، شوکتی، حیبتی، بونگایی علی تیکو، معروف بود. بعد وقتی که شروع پایان نداره، تو میگی اگر ما اینا رو پر بکنی برای اونا درس عبرت میشه؟ گفتی اسمت چی بود؟ 7 سال دختر فراری بودم، میگرفتنم اینه یه تک نجاست با هم برخورد میکردن. هی تحقیر، هی فشار، بی ثمری، تنهایی. من اگه بخوام زندگیمو براتون بگم، یه چشتتون عشق میشه، یه چشتتون خون. اون وقت میشه فیلم شما و نه فیلم من. هر کی مجلس شادمونشو بسپرد دست یاد تیم پو، دیگه بادی بادا ببارک، بادا ایشالا ببارک، بادا 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 ببارک، بادا ایشالا. ببین، نگیر، یه چیزی من برات بگم، تو باورت نمیشه، من به 1000 در زدم، کلفتی کردم، بدبختی کردم. شادی میفروخته ایمه مردم، 9 ماه کار، 3 ماه دل، آج چیه؟ دل.
دیگه چی برات بگم؟ میگفتن زنی که مادر نشه زن نیست، نازنه. گفتم من که خودم بچه دار نمیشم، ولی میتونم مادر بچه های دیگه باشم. یه چیز از بگم باورت نمیشه، از این ور شهر میرفتم اون ور شهر، وقتی میخواستم برگردم چندر خواست میذاشت تو دستم، یواشکی به من چشمک میزد فردا زنم خونه نیست بیا، صد برابرم میخواستم به میداد، به این سوی چراغ نرفتم. منم میپیچوندمشون. یه بسیجی وقتی منو گرفت با احترام با هم برخورد کرد. حسرت یه قربونش برم، یه پستون اگه تو بخور. ماه رمضان روزه، ماه محرم و سفرم عزاداری و زیارت. دیگه چی بگم برا؟ یه دست مطرب، نیم دست مطرب، رب دست مطرب. باید تیمپو و صفای مردم برقرار بود. انقلاب کشو بگم انقلاب که شد بیکار شدی. از اما اول من دل خجسته ای داشتم، رفتم اوتو زدم، نه ماما برم مادرم. اولش با دو تا بچه شروع کردم، اما حالا حدود 100 تا بچه یه بی سرپرست رو مادرم. اینو با یه شاخه گل به هم کادو داد، به هم یاد داد. منم حسابی جذبش شدم و به برکت قرآن تونستم نرم افزار آموزش قرآن مجید رو طراحی کنم. بعدشم که موسیقی آزاد شد از کرورش دیگه، مطربی سیتی سایزی شد و کراواتی که تو سایز ما هم نبود. تو به این زندگی تو و اون پدر گور به گور شده که خماریش بر ما بود، نشکیش واسه اون. بعد میگی تو فکر من چند سالم بود دست منو گذاشت و دست اون پوفیوز که الان معلومه خر خماریش کجاست، افتاده تو کجای زندون داره خوشیشو میکنه. کی کاش من اون تو بودم و اون ول. برد منو در خونمون پیاده کرد، گو بفرمایید. شد برام یه زندگی تازه. من مادر همه این بچه هم. نه بچه هم. گاهی وقتا دل من پر میزنه میره شیراز خونمون سر میزنه میره با خاطره هاش حال میکنه، پر میگرده دوباره پر میزنه جواب بده. می رفت نهفته بر سر بام نظاره کنان ز صبح تا شام تا مجنون را چگونه بیند، با او نفسی کجا نشیند، او را به کدام دیده جوید، با او غم دل چگونه گوید. از بیم رقیب و ترس بدخواه، پوشیده به نیمه شب زدی آه. چون شمع به زهر خنده میزیست، شیرین خندید و تلخ بگریست. گل را به سرشک میخراشید، از چوب حریف میتراشید. خانم حواست کجاست؟ یادر که تو کتاب خوندنی؟ برو ببینیم بابا هم سرت انداخته پایین داره میره.
دوستش دارم، دوستش دارم، دوستش دارم. کیو دوستش داری؟ سلام. به قول دکتر سردار باغبون، سرزده سرزده. مدام یه سری بزنم. سلام علیکم خواهر. خیلی خوش آمدین. بفرمایید خواهر. خواهر، به خودتون رسیدی؟ جایی میخواییم بری؟ والا بله، یکی از دوستای قدیم پدرم و خودم. شنیدم روزای آخرش، یه ساعت دیگه وقت ملاقاتش، خواستم برم. منم بیام؟ سردسته یا ابو سواراست؟ فکر نمی‌کنم براتون جالب باشه. این خدمت شما. زحمت کشین خواهر. اینم بعداً مطالعه کنید لطفا. محبت کردین خواهر. میشه به من نگی خواهر؟ سعی میکنم خواهر. خب پس بفرمایین که دیر نشه. راست ببخشید من سعی پاک. آب چای اگر میل میکنین. رومنست منو کشته. پس بفرمایین. بله یه وقت خدایی نکرده شما یابو سوار شید. بد نیست؟ حتی نگید. من یابو شدم، خر شدم بیچاره. آه دوم گوش چه دیرم بیاره. ای گفتم بچه اصلی رفت بکرم خون به مغزش رسیده. نگو کجاوه گذاشتی تنگ یابو. بزن بریم. سلام بر دوران یابو سواری. رد یا فی یابو. آقای من نکش تاج سر من. امیرعلی کجایی خوشمهرت؟ خاک پاتم حاجی، خاک بر سر من. جفتتو پیدا کردی؟ چازده اومد شدی؟ دلت گیر بوده که به ما سر نزدی؟ نه سرت شروع؟ لیده لیده وقتی باشه شسته شیخ. سلام. علیکی سلام، علیکی سلام. دریای شورنگیز و چشمان تو زیبا، اونجا که باید دل به دریا زن، همینجا شب شور از دوستی عاشق صبور از دوستی زلفا و شور بکنم وقت حضور از دوستی شب با مرگوزی بادا 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 شیشه پنجره را باران شست، از دل تنگ منم مارچه کسی نقش تو را خواهد شست.
فکر میکنی چی شده؟ فکر میکنم تربیت اصولی، سیستم و فلسفهی که اعتقاد داشتی زیر بارون داره شسته میشه. شرور میگی؟ یعنی چی؟ یعنی عاشق شدی. خوبه، دیدی خنده هم بی دلیل نبود؟ من امروز عاشق شدم، شما دو ماه پیش میخندیدی. یادته مثل سگ و گربه پاچه همو میگرفتین؟ اگر بر من نبودش هیچ میلی، چرا ظرف مرا بشکست لیلی؟ حالا چیکار کنی؟ کنی؟ آها، این دختره قرتیه، چادر سرش کن نیست. این خیلی نقطه است. نقطه است در مقابل سو دختر. آخه چقدر خری؟ کل خر، من بابادم، حرف بابا رو گوش کن. آخه چیه این پسر؟ ای آخه تو قرآن نگاه کن خودم. ببین عزیزم، گلم، نفسم، بی خیال. خواهش کاش میتونستم بابا. نمیتونم. میتونی؟ میتونی؟ نمیتونم، بلا نمیتونم. الو. سلام رها جون. خودش میخواد حرف بزنه. ما فردا میایم خواستگاری خواهر. میخوام نه نه خواهر نه، میخوام یعنی میخوام دیگه، میخوام دیگه خواهرم نباشین. خواهر میخوام نفسم باشین. خواهر دوست دارم برادر. آقا رفتم تو در، خوردم با سر. وای خود چایدم خواهر. امیرعلی دوست دارم. مادر واقعا نمیذاری بیام رها جون؟ نه رها جون دیگه حلال و حرام. فردا اول وقتی این خواسته بیم. خوبه بابا اگه موافقت کنه عقد میکنیم. پایان نامتون رو پایان بریم. وای شب سوال داری زیر بارون؟ استاد باور کنی فقط براتون گل آوردم. دلم میخواد همه گلای دنیا رو براتون بیاوردم. میدونم چرا، ولی این اتفاق فقط توی جهان سوم میفته. زیر بارون داری خیس میشی دختر. آی من دارم میلرزم. جهان سوم دوستت دارم. آی ما چقدر خوشبختیم که جهان سومی. استاد من شاکره ای پایان نامتم که افتخار الله اکبر. سری تو واقعا میخوای بری خواستگاری این دختره؟ این دختره قرتیه. سید یقه رو سید یقه قشنگیه. قدیما بهش میگفتن آخوندی، تازگی ها میگن دیپلومات. شما
کدومشی؟ بابا شما عزیزم لطفاً هیکس شما بهتر حاج خانم دریابی بخشید. بله داشتم عرض میکردم که ما به هر حال نفهمیدیم دیپلومات های ما خون شدن یا خونده ما دیپلومات. دیپلماتیک حرف بزنیم. مادر بسم الله شما شروع بزنیم. من دارم با شما حرف میزنم نه با مادرتون. منم با شما موافقم. ممنون آقای مهندس. خواهش میکنم. چیا داری؟ خب من نه من ترکی سم نه من نه منم بلدن؟ به نظر تو این دختری که الان اینجا نشسته واقعا این شکلیه؟ باور کنی الان به خاطر تو این لچک رو کمونده تو سرش وگرنه این شخصیتش، پوششش، حسابش، کتابش این تو ناز و نعمت بزر شده. بابا مجیدی بابا مهمون داریم بابا. ببینم موافقه بری اون لباستو که شبیه انجیلیه جیلیه بود بپوشی؟ بابا شما من چی؟ هیچی. من چی؟ هیچی بابا هیچی. چرا عصبی میکنی؟ شب سرنوشتته. ببین عزیز من نمیدونم چجوری شما رو صدا کنم برادر، اخوی، حاجی یا هرچی. ببین تو فرهنگ ما حجاب یه شکل دیگه است که ما به احترام حضور شما به ادب وجود شما رعایت نکردیم. ما با هم دست میدیم راحتیم ولی بی غیرت نیستیم. اشتباه نشه. حالا تو چی؟ تو کی؟ ولی من اصلا نمیفهمم. بله معلومه که نمیفهمم. من باید یه چیز دیگه با شما صحبت بکنم. شما اومدی خواستگاری دختر من به چه پشتی؟ اهل بیت. چی؟ اهل بیت. اهل بیت مگه تشمه یادم حاج خانم منظورشون امام حسینه و پس جواب من این بود امام حسین. بگین خودش بیاد. لا لا امام حسین کجا بیاد؟ چی میگید بابا؟ بیاد خواستگاری کنه بعد میگه. به نظر من درست میگید. میاد. من که بازم خواستگاری کنم. شما که دم از دین و ایمان امام حسین میزنین اینجوری هستین. بایوان دیگران اهل بیتتون گفتن روز مردم رو شب کنین. ریشه شما ریشه مردم رو سوزونده. برو آقا برو. Thank you.
من بدون اون نمیتونم زندگی کنم. حیران شده هر کسی در آن پی میدید و همی گریست بر وی. او فارغ از آن که مردمی هست یا بر ورقش کسی نهد دست. حرف از ورق جهان سترده می بود، نه زنده و نه مرده. بر سنگ فتاده خار چون گل، سنگ دگرش فتاده بر دل. صافی تن او چو درد گشته، در زیر دو سنگ خورد گشته. چون شمع جگر گداز مانده، یا مرغ ز جفت باز مانده. در دل همه داغ دردناکی، بر چهره غبارهای خاکی. بنشست و به های های بگریست، کاوه چه کنم؟ دوای من چیست؟ آخرش به والله یه لحظه میخواستم تو روش وایسم، دیدم حق نیست، دخترشه، اختیاردارشه، چه بکنم؟ جای دستاش تو صورتت مونده؟ مثل اینکه خیلی دردش اومده، درد عشقی کشیدم که مپرس. زهر هجری چشیدم که مپرس. گشتم در جهان آخر کار، دلبری برگزیدم که مپرس. جایی چیه رو صورتت؟ چیزی نیست، خورده به دستای بابا. تو دیروز منی دختر، من وقتی دلمو پیش امیر حسین جا گذاشتم عین تو بودم. وقتی که رفت من با دو چشم خیشتن دیدم که جانم میرود. تنهای تنها موندم، من موندم و تنها یادگارش امیرعلی. خیلی سخت آدم 27 سال پدر و مادر و خانوادهش رو نبینه. نه بابا، من بابامو دوست دارم خیلی. تو همه باورهای من خراب کردی، انقدر به خرد و دانشت قره شده بودم که تو الان کوری، نمیفهمی. تمام دنیا رو کردن یه ذره که با همون ذره میشه دنیا رو زیر رو کرد، او وقت دختر من، نفس بالنده من، عاشق یه پسری شده که در جواب تمام منطقای من به من میگه اهل بیت. مسخره است این پسر دیوونه است، یه احمقه. باورشه پدر من، باورشه. من باورشو باور نمی کنم. همین ببین، تو دختر منی، نفس منی، باور کن من نمیخوام تو رو از دست بدم یا حرومت کنم. سلام علیکم. علیکی سلام. بازم تو اومدی؟
جایی کشیده ها رو صورتم کم رنگ شده بود. زمنان این طرف هم نزدیم. بابت برخورد دیروز معذرت بود واقعا، ولی حرفام سر جاش. ولی من بازم میام. قید دختر منو بزن. باور کنی نمیتونی. تو رو به تمام اهل بیت قسمت میدم. تو رو خدا قسم ندین آقای خجست. تو رو خدا قسم ندین. تو رو به همون حسین. عفظ منو نگیر. گفت بابام بهت سیلی زده. من شهرمندم امیرعلی. امیرعلی مرد. مرد. بفرم این بیرون. برو بیرون. دیگه نمیخوام ببینمت. استغفرالله. برو بیرون! امیرعلی! مادر شما! شما لطفاً یه لحظه اجازه بدین چی نگین. ساکت لطفاً. دیگه هیچ وقت نمیخوام ببینمت. بفرم این بیرون. بیرون! به نظر من شما بیرون. راجو من، راجو من میرم. گفتم خودت بیرون. راجو توقع ندارم شما اینطوری باش رفتار کنه. من توقع ندارم پسرم به کسی که به خونش التجا آورده بی حرمتی کنه. بهش فشار اومده که اومده. از فردا بساط تکیه رو از انبار بیارید بیرون. تکیه رو را بندازید. صلوات چشمه ما، چون چشمه بمانده چشم بر راه. خسته نباشی. اجرت به حسین. سلام آقا. چی کار میکنی به خودت امیرعلی؟ فکر میکنی درسته؟ التماس دعا آجا. باید جسد.
باشد به چه کار آید دل، آی به چه کار آید دل، به چه کار آید دل. من اولادم هستم، من اصابم هستم. سلام. برو نفس. راحت نیومدم که به راحتی برم. تو رو به هر کسی و هر چیزی که اعتقاد داری نفس برو. چرا؟ کمترین حقم بدونم چرا؟ بهت التماس میکنم جان امام حسین، برو نفس نزد قسم من بشکنه، برو. سلام. سلام. سلام آقا.
چرا دست زنتو نمیگیری ببری؟ یا زهرا، ماییم و نوای بی نوایی. بسم الله اگر حریف مایی. Don't show me that I'm a